امروز سوریه از لبنان و از عراق و از یمن و از بحرین از همه جا برای ما مهمتره، چون سوریه نقطه اتصال سواره است، سوریه هم مرز با سرزمین اشغالی است، برای ما مهم اینا اهدافی داریم که سوریه از اتحاد فرماد هر کاری میتوانید برای سوریه انجام. اگر امروز حزب الله دستاورد بزرگ جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی که حزب الله است تو منطقه، اگر سوریه نبود حزب الله وجود نداشت. ما از چه طریقی در شرق مدیترانه حضور پیدا می کردیم و از فلسطینی ها و لبنانی ها حمایت می کردیم و یک جبهه به هم پیوسته ای را از ایران تا سوریه تا لبنان تا فلسطین شکل می دادیم؟ هاب این اتصال یعنی نقطه کانونی این پیوند سوریه بود. اگر سوریه از این زنجیره جدا می شد، اتصال ما با محیط فلسطین و لبنان و سوریه گسسته می شد. یعنی اجزا و ارکان این جبهه مقاومت جدای از هم و منفصل از هم می شدن. شش سال از دخالت نظامی گسترده رژیم ایران در سوریه برای حمایت از بشار اسد و سرکوب قیام مردم این کشور می‌گذرد. در این شش سال رژیم ایران گذشت از بهای سیاسی و تلفات سنگین نیرویی، ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی ایران را در این جنگ هزینه کرده است. در گزارش حاضر جزئیات و میزان این مخارج را بررسی می‌کنیم که شامل کمک‌های نقدی مستقیم به سوریه برای تأمین بودجه این کشور، ارسال نفت رایگان، کمک‌های غذایی، پزشکی و دارویی بلاعوض و مهمتر از آن هزینه ماشین جنگی در سوریه است. در پایان سرمایه‌گذاری هنگفت سپاه قدس برای تغییر بافت مذهبی جمعیت در بخش‌های غربی سوریه از طریق اسکان دادن شیعیان در این مناطق و تشکیل هلال شیعه تحت نفوذ رژیم ایران را بررسی می کنیم. مجموع این هزینه ها با محافظه کارترین برآوردها بیش از 15 میلیارد در سال تخمین زده می شود. یعنی رژیم ایران در 6 سال گذشته نزدیک به 100 میلیارد دلار در سوریه خرج کرده است و چشماندازی برای پایان این جنگ و نابود شدن سرمایه های ملی ایران در سوریه وجود ندارد. مهمترین بخش از کمک‌های رژیم ایران به سوریه به صورت نقدی و برای تأمین بودجه دولت سوریه است. طبیعتاً مقامات ایران به دلیل هراس از واکنش مردم میزان دقیق کمک‌های نقدی به سوریه را پنهان می‌کنند. اما از میان برخی از اخبار منتشره در رسانه‌های داخل و گزارشات معتبر خارجی می‌توان درک بهتری از این گشاد دستی‌ها داشت. به عنوان مثال طبق گزارشی که به نقل از بانک مرکزی سوریه در رسانه‌های حکومتی در ایران منتشر شده، در اردیبهشت 92 یعنی در سال دوم دخالت رژیم در سوریه مبلغ 1 میلیارد دلار به سوریه داده شد. در خرداد ماه همان سال یعنی یک ماه بعد 7 میلیارد دلار دیگر به سوریه داده شد. یعنی در 2 ماه 8 میلیارد دلار کمک نقدی به سوریه اعطا شد، آن هم در شرایطی که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت. سال گذشته استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در بحران سوریه به روزنامه بلومبرگ گفت که ایران سالی 6 میلیارد دلار به سوریه کمک نقدی می‌کند. اما خبرگزاری‌ها و مؤسسات تحقیقی غرب میزان کمک‌های نقدی ایران را بیشتر و نزدیک به 10 میلیارد دلار در سال می‌دانند. یکی دیگر از کمک‌های ایران اعطای نفت مجانی به سوریه است. این گشاد دستی یعنی ارسال نفت رایگان به سوریه طی 3 دهه گذشته کماکان ادامه داشته است، اما در 6 سال گذشته به طور بی‌سابقه افزایش یافته و به میلیاردها دلار در سال می‌رسد. رژیم ایران نیازهای دارویی و پزشکی سوریه را به طور کامل تأمین می‌کند. اخبار مربوط به این گشاد دستی در رسانه‌های ایران کمابیش منتشر می‌شوند. به عنوان نمونه به گزارشات رسانه‌های رژیم در مورد سفر هاشمی وزیر بهداشت دولت روحانی به سوریه در ژانویه سال گذشته نگاه کنیم.
هاشمی در دیدار با مقامات سوری گفت دولت ایران تلاش میکند امکانات پایداری و مقاومت ملت سوریه را تقویت کند و نیازهای پزشکی و دارویی آن را تأمین کند. وزیر بهداشت سوریه نیز گفت از طریق خط اعتباری ایران دارو و امکانات پزشکی مورد نیاز خود را تأمین میکنیم. وزیر سوری افزود در مورد اعطای بورسیه‌های پزشکی نیز به توافق رسیدیم و در تحویل آمبولانس‌هایی که پیش از این قرارداد آنها امضا شده بود نیز تسریع و دوره‌های کوتاه مدت برای آموزش کادر پزشکی سوریه در ایران نیز برگزار می‌شوند. به بخشی از گزارش پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان رژیم درباره این سفر و کمک‌های پزشکی و دارویی ایران به سوریه نگاه کنیم. The Iranian official also met with his Syrian counterpart, Nizar Yazici. He said Iran is keen to export medicines and medical equipment to Syria to meet all the needs of the Syrian people. According to signed agreements, we receive medicines and medical equipment from Iran and we enjoy the current support from Tehran. Iran agreed to grant scholarships to Syrian students and speed up the delivery of ambulance vehicles to us in addition to organizing training courses. For over 3 years now, Iran has been supplying Syria to fulfill its medical needs in the implementation of previously signed agreements. گزارشات متعددی در مورد تأمین نیازهای داروی سوریه وجود دارند. ورود دومین محموله کمک‌های انسان دوستانه کشورمان برای مردم سوریه. محموله دوم کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم سوریه شامل 15 تن تجهیزات پزشکی، دارو و چادر است. نخستین محموله از این کمک‌ها به وزن 15 تن نیز بامداد پنجشنبه به دمشق رسیده بود. این گزارش تلویزیون عربی زبان رژیم العالم درباره یکی از محموله‌های دارویی و پزشکی ایران به بخش غربی حلب که در کنترل رژیم بشار اسد است میباشد. گذشته از کمک‌های نقدی، نفتی و دارویی، رژیم ایران به طور هفتگی محموله‌های بزرگ مواد غذایی به سوریه ارسال می‌کند که در مناطق مختلف این کشور توزیع می‌شوند. کاروان کمک‌های مردمی ایران با استقبال مردم وارد حلب شد. ایران و حسن نصرالله و همه کسانی که در کنار مقاومت سوریه هستند پیروز نهایی خواهند بود. یکی از مهمترین هزینه‌های جنگ سوریه برای ایران مخارج نظامی است. رژیم ایران بخش مهمی از مخارج ارتش بشار اسد و نیازهای تسلیحاتی آن از مهمات، اسلحه، موشک و غیره را به طور کامل تأمین می‌کند. منابع غربی میزان این کمک‌ها را بین 1 تا 2 میلیارد دلار در سال تخمین می‌زنند. گذشته از ارتش بشار اسد، رژیم ایران کلیه هزینه‌های مربوط به نیروی دفاع وطنی سوریه را به عهده دارد. سپاه قدس در سال 2012 حسین حمیدانی معاون بسیج و فرمانده سپاه تهران که سرکوب قیام مردم ایران در سال 1388 را فرماندهی می‌کرد به سوریه فرستاد تا با الگو برداری از بسیج ایران جیش الشعبی یا نیروی دفاع وطنی را در سوریه تأسیس کند. این میلیشیا از غیر نظامیانی که با حقوق ماهانه استخدام می‌شوند تشکیل شده که اکنون نزدیک به 50,000 نفر عضو دارد. باید اینجوری بگیم که اگر سردار حمیدانی و این توانمندی‌هاش و این تجربه‌ش و اینها نبود، اون مشکلی که حدود 3 سال پیش برای دمشق پیش اومد و معارضین در دمشق تا نزدیک کاخ‌های بشار اسد پیش رفته بودن، اگه این تجربیات نبود و از همونجا سازماندهی مردمی شروع شد، حالا موافقت حاکمیت در سوریه با سازماندهی نیروهای مردمی آغاز شد، از اونجا ایفای نقش شهید همدانی در سوریه کاملا برجسته بود. خب این نیروهای مردمی و سازماندهی نیروهای مردمی تجربه‌ای بود که در ایران ما انجام داده بودیم، در لبنان انجام شده بود و این تجربیات وجود داشت. خب سازماندهی که انجام گرفت و الان نزدیک 50-60 هزار
نزدیک 100 هزار نیروی مردمی سازماندهی شدند و به کمک ارتش اومدن در سوریه. این سردار همدانی در واقع بنیان این رو، پایه‌گذاری این رو تو سوریه ایشون انجام داد. حقوق ماهانه، تأمین نیازهای تسلیحاتی و مخارج نیروهای دفاع وطنی به طور کامل به عهده رژیم ایران است. بخشی از نیروهای دفاع وطنی در اردوگاه‌های نظامی حزب الله در سوریه و لبنان آموزش نظامی می‌بینند و بخش مهمی از آنان برای آموزش به تهران فرستاده می‌شوند. بسیجی که ما الان در سوریه را آموزش کردیم، بودن 42 تا تیپ 38 بردن 70 تا اون 30 تا شما که ایران آموزش دیدید، اینا قبلا گفتن نگه دیگه قرار شده ما بگیم آزاد این تلاوبند شده نیست. چرا نگیم؟ نیروهای دفاع وطنی که ما هستن دیگه حد اکثر 25 روز با ما هستن، جابجا میشن، که این خودش بازی مزیت است برای نیروهایی که توی منطقه خیلی استقرار نداشته باشن. هرچند خیلی از این دوستانی که الحمدلله ما با اینا کار میکنیم قبلش آموزشیده خود ما هستن تو ایران، آموزش ما، یعنی چون ما رو میشناسن خیلی راحت‌تر با ما کار میکنن و با رویات ما آشنا هستن. بخش مهم دیگری از هزینه‌های جنگ سوریه، مخارج مربوط به ده ها هزار نفر نیروی اعزامی سپاه قدس و میلیشیاهای افغانی، عراقی و پاکستانی سپاه قدس است. تعداد این نیروها به 60 هزار نفر میرسد. به ترکیب و میزان نیروهای وابسته به سپاه قدس در سوریه نگاه کنیم. نیروهای سپاه و بسیج در سوریه بین 8 تا 10 هزار نفرند که تاکنون بیش از 500 نفر از آنان در جنگ کشته شدند. چند صد نفر از نیروهای ویژه ارتش نیز در سوریه حضور دارند. حزب الله لبنان بیش از 10000 نفر نیرو به سوریه اعزام کرده است که تاکنون بیش از 1150 نفر از آنان کشته شدند. بخش مهمی از نیروهای وابسته به سپاه قدس در سوریه را شیعیان عراقی تشکیل می‌دهند که مجموع آنان بیش از 20000 نفر است که از 10 میلیشیای مختلف وابسته به سپاه قدس تشکیل می‌شوند. مهمترین گروه عراقی وابسته به سپاه قدس حرکت النجبا به رهبری آخوند اکرم الکعبی است. این گروه توسط سپاه قدس در سال 2013 تأسیس شد و به گفته رهبران حرکت النجبا این گروه نزدیک به 10000 نیرو در سوریه دارد. یکی دیگر از گروه های نظامی سپاه قدس تیپ زینبیون است که در سال 2014 با سازماندهی شیعیان پاکستانی مقیم ایران تأسیس شد. تیپ زینبیون نزدیک به 5000 عضو دارد که تاکنون نزدیک به 150 نفر از آنان کشته شدند. مهمترین واحد خارجی سپاه قدس لشکر فاطمیون متشکل از شیعیان افغانی است که در سال 2013 تأسیس شد. فاطمیون بین 15 تا 20 هزار عضو دارد و تاکنون بیش از 550 نفر از فاطمیون در جنگ کشته شدند. رژیم ایران حقوق و مخارج این 60 هزار نیروی ایرانی و خارجی وابسته به سپاه قدس را تأمین می کند. برای آنکه درک بهتری از میزان این هزینه ها داشته باشیم، کافی است به نمونه لشکر فاطمیون نگاه کنیم. به گفته یکی از فرماندهان سپاه، همکنون 18000 افغانی در لشکر فاطمیون در سوریه می جنگند. الان 18000 بچه افغانی در می جنگند. به اعتراف یکی از فرماندهان فاطمیون در برنامه تلویزیونی ایران، هر یک از این افراد ماهانه 2.5 میلیون تومان یا حدود 650 دلار حقوق می گیرند. ولی الان مدافعینی که مثلا میرن اونجا ما تقریبا 2.5 میلیون مثلا بهشون، یعنی سپاه قدس ماهانه نزدیک به 12 میلیون دلار حقوق برای 18000 نفر عضو فاطمیون پرداخت میکند که رقم سالانه آن نزدیک به 150 میلیون دلار میشود. این رقم فقط شامل حقوق این افراد است. حال باید توجه داشت که خانواده بیش از 550 نفر از کشته شدگان و بیش از 2000 نفر از مجروحان فاطمیون نیز تحت پوشش کامل بنیاد شهید قرار می‌گیرند، یعنی مخارج کامل آنان و مسکن آنها توسط رژیم تأمین می‌شود. این گزارش در تلویزیون ایران در مورد اعطای مسکن مجانی در مشهد به تعدادی از خانواده‌های کشته شدگان لشکر فاطمیون است. خانواده های نیازمندی، خانواده های شهدا رو شناسایی بکنن که بشه به اونها واگذار بشه. اینجا الحمدلله آماده شد برای اینکه بهره برداری بشه ازش. خانواده محترم شهید پاشا احمدی، خانواده محترم شهید مفقود الاثر اقدام مقصودی، خدا رو شاکریم که ایران داره برای ما اینطوری زحمت میکشه. شهدای ما برای ایران نرفت، برای افغانستان نرفت،
شهدای ما برای دین اسلام رفت، برای دفاع از حرم خواهر امام حسین رفت. حال اگر مجموع این مخارج و بذل و بخشش ها در مورد فاطمیون افغانی را به 60,000 نیروی سپاه قدس و نیروهای خارجیش که در سوریه حضور دارند تعمیم بدهیم، به هزینه سرسام‌آور نظامی این نیروها پی میبریم که بیش از 2 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود. یکی از مخارجی که رژیم ایران در سوریه هزینه می کند کمک به بازسازی ویرانی های جنگ است. این پروژه های بازسازی به ویژه در غرب سوریه به اجرا گذاشته می شوند. رژیم ایران از همان سال اول جنگ در حال اجرای یک برنامه دراز مدت در این کشور است تا دمشق و بخش غربی سوریه که در این نقشه با رنگ قرمز مشخص شده و از دریای مدیترانه در شمال تا امتداد مرز با لبنان و بلندی‌های جولان و مرز با اسرائیل ادامه دارد را ایمن و تحت کنترل خودش درآورد. رژیم ایران با کوش دادن شیعیان سوری از مناطق دیگر و شیعیان عراقی و افغانی به این منطقه غربی تلاش می‌کند تا بافت مذهبی این مناطق را تغییر دهد، تا جمعیت شیعه و طرفدار رژیم ایران اکثریت پیدا کنند. برنامه‌های رژیم ایران برای تغییر بافت جمعیتی و مذهبی این مناطق سوریه مورد توجه رسانه‌ها و دولت‌های غربی قرار گرفتند. به این منظور رژیم ایران با سرمایه‌گذاری عظیم و بازسازی این مناطق و همچنین مصادره و تصاحب خانه‌ها و مراکز مسکونی متعلق به آوارگان شرایط را برای اسکان دادن شیعیان به این نوار غربی آماده می کند و به کمک گروه های وابسته به سپاه قدس در عراق هزاران خانواده شیعه عراقی را نیز به این مناطق مهاجرت داده است که هزینه مهاجرت این شیعیان به طور کامل با سپاه قدس است. در چارچوب این استراتژی محله زینبیه در دمشق مرکز و قطب این منطقه شیعه نشین است. این پروژه از سال 2012 شروع شد و پاسدار حسن شادری سردار سپاه قدس که در آن منطقه به حسام خوشنویس معروف است و قبلا مسئول بازسازی خرابی های لبنان بود به سوریه رفت تا منطقه زینبیه دمشق را بازسازی کند تا شیعیان این مناطق را ترک نکنند و شیعیان دیگری هم از مناطق دیگر سوریه و همچنین شیعیان عراقی افغانی طرفدار رژیم در این منطقه مستقر شوند. خب در چنین شرایطی بود که آقای شهید شاطری کارش رو در سوریه و به خصوص در دمشق شروع کرد. اولین ماموریت هم به ایشون واگذار شد این بود که در منطقه سید زینب، اون منطقه‌ای که مردم حضور دارن که خب عمدتاً هم شیعه هستن، زندگی رو برای مردم امکان پذیر کنه. کار شروع کرد و بلافاصله شروع کرد یک در واقع طیف گسترده از کارهای خدماتی رو ارائه دادن، شرایط رو برای باقی ماندن مردم و حتی بازگشت عده‌ای که رفته بودن این شرایط رو مهیا کنه. خب الان این جنگ در حال بالاخره تموم میشه در سوریه، همیشه که این جنگ نیست و مناطقی که آزاد میشه این باید بازسازی بشه. حرکت انسان دوستانه خودش رو در سوریه هم آغاز بعد از اینکه اونجا منطقه به حالت جنگی پیدا کرد و اون وضعیت سابق رو از دست داد، بسیاری از هتل‌ها، مسافرخونه‌ها و اماکن اسکانی که وجود داشت اینها خالی مونده. حتی اقدام کرد به راه اندازی یک بازار برای مردم که این به صورت مستمر ادامه داشته باشه و مردم مجبور نباشن منطقه رو ترک کنن. المهندس حسام مکان او معهد لی حتى لا تنقطع الناس عن الدراسة. كانت الأعداد إلى الآن الأعداد غفيرة في هذا البناء. غفير كان يقود العملية التعليمية بنفسه. شاطری در فوریه 2013 در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. اما پروژه‌ای که وی مسئول آن بود ادامه دارد و بازسازی مناطق غربی و اسکان شیعیان در این مناطق به صورتی وقفه ناپذیر ادامه داشته است. گذشته از تغییر بافت مذهبی این مناطق، سپاه قدس تلاش میکند تا نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی در این مناطق تقویت شوند. در همین راستا حسن شاطری سازمان کشافی المهدی یا سازمان پیشاهنگی المهدی را در منطقه زینبی راه اندازی کرد که نمونه برداری از پیشاهنگی حزب الله در لبنان است. یکی از قدم‌های مبارکی که برداشت انس با بچه‌ها این بود که در سوریه ایشون به اصطلاح کشافه درست کرد. کشافه شبیه اون پیشاهنگی است که در ایران از قدیم بوده.
در منطقه سید زینب چندین کشافه دیگران یاد گرفتن، اونم کشافه ایجاد کردن. از اینجا تجاوز کرد کشافه به همس و حلب، و الان شما هر جای به اصطلاح سوریه برید میبینید یه مسابقه در باب ایجاد کشافه با اسمهای مختلف، یعنی همین پیشاهنگی. و همه اینها بعد مذهبی و انقلابی داره. ارهابی عدو الله، ارهابی عدو الله.